اما تا چه مقداری ما توانستیم از امنیت‌هایی رو که انسان‌ها تلاش کردن، حالا با اختراع، حالا با اکتشاف، حالا با نظریه پردازی ها، حالا وعده هایی که رئیس جمهورا دادن به ما، وعده هایی که دولت ها دادن، حتی اندیشمندان ما به ما دادن، ما تا چه مرزی توانستیم تو این امنیت قرار بگیریم؟ ما این داریم جهان رو میبینیم، حقیقتا جهانی که امروز درش هستیم امنیتش بسیار بیشتر از امنیتی هستش که در گذشته مردم داشتن. این یک حقیقت هست. اما آیا این امنیت تضمین هست یا نه درش؟ یعنی 100% شما در آنچه را که توی جهان هست، حتی حقوق بشر به ما میتونه این امنیت رو بده. الان میبینیم که کشورهایی که صحبت از دموکراسی میکنند و مطیع قوانین حقوق بشر هستن، خود اونها میگن اصلا چه اشتباهی کردیم، ما اینقدر صحبت از دموکراسی کردیم که سوء استفاده کردن دیگران، اونها که خرابکار بودن، اونها که بر علیه انسان‌ها بودن نیز سوء استفاده کردن. و ما می‌بینیم که پس بازم نتوانسته انسان با تفکر و تلاش خودش که بسیار خوب هست، نتوانسته تضمین 100% امنیت رو نیز داشته باشه. یک بیمارستان روانی تصمیم می‌گیره تعدادی از مریض‌هاش که به هیچ وجه رو به بهبود نبودن، با یه نظریه از دکترها به یه منطقه خوش آب و هوا ببرن و فکر میکنن که اگر بخوان از وسایل نقلیه استفاده کنن، مانند ماشین و قطار و کشتی، نظم رو به هم میزنن. گفتن پس ما یه هواپیمای خصوصی میگیریم و این تعداد که از نظر روانی مشکلات خیلی شدیدی دارن، اینها رو ما با هواپیما سریع توی منطقه آروم و خوب ببریم، ببینیم اونجا آیا میتونن اینها بهبودیشون رو پیدا کنن. وقتی سوار هواپیما میشن، در طول سفر اینقدر سر و صدا اینا میکردن که صدای خلبان در میاد و خلبان رو میکنه، میگه مسئول اینا کیه؟ اینا لطفا صدا کنید بیاد. من یه پرستاری، یه خانم پرستاری میاد، میگه بله اینا متاسفانه مریض هستن و نمیتونیم ما اینا رو ساکت کنیم. یکی از مهموندارا میگه بله تو جمع اینا یه نفر هست خیلی آرومه، اونم مریضه. میگه آره اونم مریضه، ولی خب نوع مریضیش متفاوت هستش. میگه خب از این حداقل استفاده کنیم، شاید صحبتای اینو گوش کنن چون از خودشون هست. میگن باشه، طرفا صدا میکنن و میاد خیلی قشنگ سلام علیک میکنه و میگه تو چرا سر صدا نمیکنی؟ میگه من دیوونم. میگن خب، میگه اونا دیوونه، من که دیوونه نیستم. بعد میگن تو میتونی یه کاری کنی که اینا ساکت بشن؟ میگه اگه خانم پرستار اجازه بده، آقای خلبان اگه شما اجازه بدید حتما این کارو میکنم. میگن خب برو. این همه که میره اینا شروع میکنن با هم یه صحبت کردن که در رابطه با این مریضا و اینا، میگن ای هواپیما چقدر ساکت شد. بعد میگن ای عجیبه، طرف سر صدا میگن طرف بیا اینجا. وقتی میاد میگن ببینیم چی کار کردی تو، چی گفتی؟ میگه راستش بهش گفتم ساکت گوش نکردم. گفتم ساکت شید گوش نکردم. گفتم چی میخواد؟ گفتم میخوام بریم تو حیات بازی کنیم. منم درو باز کردم، گفتم برات تو حیات بازی کنیم. حالا گاهی هستش که این امنیت ها رو دنیا به انسان ها میده، اما نمیتونه امنیت حقیقی رو به ما بده. یعنی یک بُعد از زندگیمون ناامن خواهد شد که برای یک مدت کوتاهی ما در یک امنیت موقت نیز زندگی کنیم. اما چگونه ما میتونیم حقیقتا به اون امنیتی برسیم که دلهای ما پر از شادی باشه، پر از امید باشه، اشعاری که ما میشنویم توش پر از امید باشه، عشق باشه، داستانهایی که میشنویم، رمانهایی رو که میخونیم یا فیلمهایی که میبینیم، خبرهایی که میشنویم، رادیویی که روشن میکنید ببینیم واو چه خبرهای خوشی اومده، همه جا در امن هست. چگونه میتونه این گونه باشه که ما به اون مرز برسیم؟ اکثر شعرها و داستانهای ما میبینیم داستانهای غمگین هست. اتفاقا بعضی موقع هم خوش اومد، مانند این داستانی که این شاعر نیست، این شعری که این شاعر اعلام میکنه در جوانی قصه خوردم، هیچ کس یادم نکرد. وقتی ما فوکوسمون رو میذاریم فقط برای مشکلات و سختی و ناامنی هایی که تجربه کردیم، در جوانی قصه خوردم، هیچ کس یادم نکرد، در قفس ماندم ولی صیاد آزادم نکرد، آتش عشق چنان از زندگی سیرم کرد، آتش عشق چنان از زندگی سیرم کرد، آرزوی مرگ کردم، مرگ هم یادم نکرد. نمونه های بسیاری داریم از این شعر، اینا رو بی خودی نگفتن. حتی اشعاری داریم از شعرهای خیلی معروف
که وقتی که میشنویم میگیم مگه میشه فلان شاعر اینقدر دلش گرفته باشه، هرچند به خود ما هم انگار داره با خود ما صحبت کنه و ما هم تو یک موقعیت دیگه قرار میگیریم. این چگونه امنیتی است که انسان پیروی کرده اما نتوانسته به اون امنیت برسه؟ امنیتی که کلام خداوند اعلام میکنه، امنیتی است که در مسیر هدف خلقت هست. چرا انسان آفریده شده؟ برای چی آفریده شده؟ و ما میدانیم هدف از خلقت این بود که انسان به شباهت خدا بشه. اما امنیتی که انسان در پی اون هست، امنیتی هستش که با خودش تاریخ انقضا داره. من دنبال ثروتی هستم که تاریخ انقضا داره. من به دنبال همسری میگردم، اونم تاریخ انقضا داره. کاری که اون کارت هم تاریخ انقضا داره. فرزند، اونم تاریخ انقضا داره. هر آنچه که تو این دنیا ثمره به تو میده تاریخ انقضا داره. اما آنچه که کلام خداوند ما رو تشویق میکنه بهش، تاریخ انقضا که نداره، در مقابلش آرامش ابدی داره، امید ابدی داره، شادی ابدی داره، قوت ابدی داره. ولی چیزایی که ما به دنبالش هستیم به خاطر اینکه تضمین 100% نیست، امنیتایی که دنبالش رفتیم چون تضمین 100% نیست، با خودش ترس داره، با خودش استرس داره، با خودش نگرانی داره، با خودش پریشانی و آشفتگی داره و نمیتونه جواب خوبی برای زندگی ما باشه. کلام خداوند در این رابطه در مزمور 9:15 این گونه میگه: امت ها به چاهی که کنده بودند خود افتادند. پس این هدف خدا نبود که انسان از امنیت دور بشه، این انسان بود که در پی طمع، در پی این که بهترین رو داشته باشه، چاهایی رو کند که به ناامنی نیز گرفتار شد. امتها به چاهی که کنده بودند خود افتادند و در دامی که نهفته بودند پای ایشان گرفتار شد. و ما میدانیم سلیمان در کتاب جامعه 7:29 اعلام میکنه: خدا انسان را راست آفرید، اما این انسان بود که به طریق دیگه عمل کرده. اگه نگاهی به زندگی خودمون بکنیم، حتی تو فصل خیلی کوتاه، 1 ماه 2 ماه، کجا آسیب خوردیم؟ لحظه ای میتونیم چشاتون رو ببندید توی این 1 ماه 2 ماه فکر کن، کجا آسیب خوردی؟ اونجایی که آسیب خوردی اراده خدا رو خواستی یا نه؟ اراده خدا رو خواستی؟ بعد از اینکه انجام دادی اراده خدا رو خواستی؟ نه، قبلش، قبل از خرابکاری اراده خدا رو خواستی یا نه؟ اون کارهایی که انجام دادی تو 1-2 ماه گذشته مطابق کلام خدا بود یا نه؟ مطابق خواسته خودت بود؟ کلام خدا رو توجیه کردی؟ دنبال یک کشیش رفتی که مثل خودت صحبت کنی؟ یک معلمی که مثل خودت؟ نه، این گونه نه، بلکه حقیقتاً مطابق آنچه که کلام خدا به ما میگه. حالا میگیم معمول دیگه چشام رو باز کن. حالا میگیم چاره چیه؟ چاره خود کلام خداست، چون خدا انسان رو پیگیری کرد برای یک امنیت حقیقی. در کتاب اشعیا 33:15-16 من تفسیرش رو میخونم چون خیلی بهتر باز میکنه. میگه کسی میتواند، من تو پرانتز میگم، کسی میتواند از این ناامنی نجات پیدا کند؟ کسی میتواند از این آتش، چون حرکته، آتش جان سالم به در برد که درستکار باشد و با راست و به راستی عمل نماید، به خاطر منافع خود ظلم نکند و رشوه نگیرد و با کسانی که شرارت و جنایت میکنند همدست نشود؟ چنین اشخاصی در امنیت به سر خواهند برد، صخره های مستحکم پناهگاه ایشان خواهد بود. کسی که بتونه در مسیر راستی قدم برداره کسی است که در امنیت هستش. اکثر کمپانی ها و شرکت ها و سازمان هایی که بررسی کردن بعد از اتمام 1 سال اینها افراد و شرکت ها و سازمان های موفقی بودن، سازمان هایی بودن، ارگان هایی بودن که حقیقتاً تو راستی ایستادن، یعنی مالیاتشون رو همونطور که بوده دادن. حتی خیلی هاشون چون یهودی بودن مطابق 10 فرمان عمل کردن. شما اینو تحقیق کنید و متوجه خواهید شد.
تو راستی عمل کردن نسبت به حقوق کارگرشون، کارمندشون، آنچه را که تولید کردن و اینها در کنار اینکه توانستن درآمد خوبی داشته باشن، محبوبیت هم در بین مردم داشتن. حالا یا محصولاتشون این محبوبیت داشته یا خودشون، سازمانشون این محبوبیت رو پیدا کردن و توانستن توی یک جایگاه درستی نیز بایستن. پس این خیلی موقع ما فکر میکنیم امنیتمون رو ما توی یک جای دیگه به دست میاریم. خود ما هم ما گفتیم تو ایران امنیت نداریم، خب اومدیم اینجا. اگر شما امنیتت رو در مسیر هدف خدا و خلقت خدا، ایران که این کار رو نکردیم، اصلا آگاه هم نبودیم، اصلا چه چیز رو نشنیده بودیم، حالا اومدیم اینجا یه کلیسایی هستش، برنامه هایی هست از مسیحیت داره میگه هدف خلقت شکل خدا شدنه. اگر تمام آنچه را که به عنوان امنیت زندگیت میدونی در مسیر اراده خدا قرار بدی، تو در امنیت هستی. اما اگر از ایران اومدی، عذر میخوام اینو میگم، ایران در ناراستی بودی، ایران هم دروغ میگفتی، ایران گناه میکردی، امنیت هم نداشتی، حالا اومدی اینجا، اینجا میگی مجبورم دروغ بگم، مجبورم عذر میخوام دزدی کنم، گناه بکنم، بازم امنیت نخواهی داشت. اگر زندگیت رو کاملا تو دست اراده خدا ندی، هر کجای جهان که باشید، چه شما چه من، ما در امنیت هرگز نخواهیم بود. در امثال 10:9 میخونیم، اعلام میکنیم کسی که به راستی راه رود در امنیت سالک گردد و کسی که راه خود را کج میسازد آشکار خواهد شد. یعنی یک روزی رسوا میشه و در اون قلمروی اصلی که خدا انسان را آفریده برای امنیت کامل، امنیت کامل خدا در باغ عدن بود، یعنی در رابطه عاشقانه انسان با خدا، امنیت انسان در خریدن ماشین خوب، خونه خوب، ازدواج، بچه دار شدن و و و محبوبیت ها، قدرت و مقام نبود، در حضور خدا امنیت کامل بود. و چون انسان اونقدر از خدا دور شده، به بازی گرفته شده برای چیزهای دیگه تا با اونها بتونه امنیتش رو به دست بیاره. بریم با هم دیگه کتاب لاویان 25 الی 18 رو لطفا بشنویم، ممنون میشم. بذارید من خودم بخونم. میگه پس فرایض مرا به جا آورید و احکام مرا نگاه داشته، آنها را به عمل آورید تا در زمین به امنیت ساکن شوید. خدا انسان را آزاد آفریده. اگر صحبت از اوامر میکنه زور نمیگه بهت، هرگز. خدا از تو اطاعت نمیخواد، به دنبال اطاعت از خدا نباشه. خدا از ما وفاداری میخواد. ما 8 سال تو این کلیسا سعی کردیم عشق رو معرفی کنیم، نه مذهب، چون از عشق وظیفه در نمیاد. هیچ کس اینجا نمیخوام با وظیفه انجام بده، یعنی روبن جان با عشق داره خدمت میکنه، ثمرش بهتره. خادمین با عشق خدمت میکنن، ثمرش بهتره. عشق به جای وظیفه مسئولیت میاره، تحت مسئولیت ما قرار میاد، یعنی یک دلسوزی عمیق و درونی میاد. حالا کلام خداوند از ما میخواد اون ضرورتی که کلام خدا داره میده نسبت به هر موضوعی، چه موضوعاتی تو زندگیت سواله؟ برای 10:1 برای من هنوز سواله. اوکی، سواله برای منم شاید سوال باشه، اوکی، سواله دیگه. ولی من اونقدر خدا رو دوست دارم به آنچه کلام خدا گفته میخوام وفادار باشم. من با خدا نمیخوام لج کنم، من با خدا لجبازی نمی کنم. من اگر اون خدایی که من رو آفریده عاشق من هست، از من که نخواسته من اینجا کله من لب بزنم، تو سرم بزنم، قمه بزنم. خداوند منو تشویق میکنه در حضور خدا برم و از محبت او پر بشم. به من میگه من با فیضم تو رو بخشیدم. به من داره میگه اقتدار و اتوریتی داشته باش برای زندگی سالم. از اون طرف داره میگه برای گسترش خبر خوش نجات به تمام جهان، به طور خاص ما ایرانی‌ها که احتیاج داریم، از درآمد خودت قسمتی از درآمدت رو برای خدمت مسیح بذار. آمین. خدمت برای نجات هموطنانت بذار. آمین. که بتونن اونها نیز آزاد بشن به این شادی. اگر تو رسیدی، اگر نرسیدی نه، اگر رسیدی به آرامش، اگر به قوت رسیدی، اونها هم برسن. آمین. تو مشکلات و سختی که دیگه امروز دیگه در توانشون نیست. ما چقدر از ایمانداران مسیح رو میشناسیم که در توانشون نیست از ایران خارج بشن. چقدر افراد سیاسی هستن که نمیتوانن از ایران خارج بشن. چه انسان‌های خوب و باهوش و درس خونده و فهمیده و با شعور و
و تحصیل کرده هستن و با درجات بالا، چه دکتر چه پروفسور، اما نمیتونن از ایران بیان بیرون. اما ما حداقل کاری که میتونیم بکنیم، مجموعه مانند یک کلیسا رو بتونیم ساپورت کنیم که بتونه این خبر خوش نجات رو بده. قبلا هم عرض کردم یک شخصی از یکی از دانشگاه‌های بزرگ ایران با من تماس گرفت توی یکی از این برنامه‌های تلویزیونی با یه صحبت خیلی کوتاهی، گفت حرفای شما مانند حرفای قرآنه، هیچ فرقی نمی‌کنه، اصلا اسلام همش همینه. گفتم اوکی. نشستیم با هم یه رو صحبت کردیم، ایشون قلبش داد به مسیح، قلبش داد به مسیح، در این ایماندار خوب هست. اگر این برنامه تلویزیون نباشه، اگه خبر خوش نرسه به گوش ایران، این آدمی که تحصیل کرده است و زیر دستش حداقل به قولی خودش گفت 300-400 نفر هستن، چگونه اونها رو تحریم میداد؟ اگر مسیح آزادت کرده، به کلام خدا اعتماد داشته باش، اون رو خدمت کن، خبر خوش نجات رو به دیگران بده، در راستی زندگی کن، نترس، چون در امنیت هستی و خداوند تو رو در امنیت خودش حفظ خواهد کرد. دهیه که تو بده، خیلی هستن بیشتر میدن، میگم چرا بیشتر میدی؟ میگه چون دارم بیشتر میگیرم. بهش اعتماد کن. اعتماد بهش نمی کنیم و داریم همون جوری که توی ایران زندگی می کردیم، ببخشید، گاهی همینجا داریم توی این کشور آزاد زندگی می کنیم. میگیم اونجا در فساد، اینجا می باشیم در فساد. اونجا در غم و اندوه، آمریکا هم در غم و اندوه هستیم. فقط توی تلفونا میگیم وای نمیدونید تو چه خبره، چند تا پمپ بنزین خریدم و فلانه. فکر میکنیم توی امنیت حیثیت اینجوری میتونیم با دروغ حفظ کنیم. بازم اینجا دروغ میگیم. خودت رو آزاد کن. این کشور کشور فرصت هاست. حقیقتا این فرصت رو به تو میده. هر جور بخوای زندگی کنی. چه در امنیت واقعی که محدودت میکنه و چه در امنیت حقیقی که به تو این قوت رو میده. و از همه اینها که بگذاریم، امروز ما که مسیح ایمان آوردیم، آیا ایمان داریم عیسی مسیح در روی صلیب بهای ناامنی ما رو داده یا نه؟ این ایمان رو داریم؟ هاللویا. برای اون میدونید با چی این کار کرد؟ با عشقش این کار کرد، با عشق درونیش این کار کرد. امروز برای مسیح با چه عشقی ایستادیم؟ میخوای امنیت حقیقی داشته باشی؟ میخوای امنیت اصل داشته باشی؟ با چه عشقی ایستادیم؟ اونو چقدر محدود میکنه توی زندگیت؟ اگر اونو محدود کردی، از محدودیت کم امنیت داری استفاده میکنی. اما اگر دلت رو باز کردی برای مسیح، این رو بدون، مسیح تو رو در امنیت جاودانه حفظ خواهد کرد و به تو هرگز آسیبی نخواهد خورد. شاعر نیز این گونه اعلام میکنه: دانی عشق چیست؟ میدونی عشق خدا چیه؟ میدونی عشق خدا چقدر زیاد بود که یگانه پسرشو داد؟ کدوم ما هستیم که یکی از بچه هامون رو بخوایم برای دیگران بدیم؟ ولی مسیح چقدر عاشق ما بود که با عشقش یگانه پسرشو داد؟ فقط به ما این ادراک رو بده که عاشق ما هست. دانی عشق چیست؟ آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست. آنچه را که خدا در چشم تو دید هنوز به زبان نیاوردی، چون خدا کشش رو بدن تو قرار داده. خدا نیازهای تو رو میدونه. خدا میدونه تو چه استعدادی داری. خدا میدونه آرزوی تو چیه. میگه با از چشم تو تمام نیازهای تو رو گرفت. نیازهای تو چیه؟ خواسته های تو چیه؟ آرزو چیه؟ غمت چیه؟ دردت چیه؟ عشق خدا اینجوریه. عشق خدا این نیست که باید 20 دفعه بری به یه نفر بگی پول میخوام، پول میخوام، این مشکل رو دارم. به دکتر بگی من میخوام سالم بشم، من میخوام خوب بشم. احتیاج به صحبت نکن، نداره. فقط در حضورش صادقانه برو، اونو باور کن، از چشم تو دریافت میکنه که تو چه نیاز داری. دانی عشق چیست؟ آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است. درد میدانی چیست؟ میدونی عیسی مسیح وقتی رفت روی صلیب چقدر درد کشید؟ دستاشو سوراخ کردن؟ کی میدونه اینو؟ میدونیم که چقدر درد کشید وقتی پاهاشو سوراخ کردن؟ چه کسی اینو میدونیم؟ میدونیم به خاطر تفکرات ناامنی که در ذهن ما هست، مسیح به جای ما اون تاج خار رو بر روی سرش گذاشت و چقدر درد کشید؟ کدوم ما میدونیم این رو؟ وقتی پهلوشو پاره کردن به خاطر که بهای ناامنی ما رو بده، وقتی که رفت قربانی کرده، امنیت خودش رو در حیثیت و آبرو، چرا که آب دهان در صورت او پاچیدن، قربانی کرد مقام خودش رو که
خداوند و پسر خدا بود، اجازه داد شلاقش بزنن، فوش بهش بدن، روی صلیب ببرن، بدترین مرگ رو نیز پذیرفت. و عیسی مسیح حتی امنیت در روحش رو نیز از دست داد. چرا گفت خداوند روحم رو به تو می سپارم، حتی اونها رو قربانی کرد. اجازه نده نیازهای تو بر روی زمین که میخواد اعلام کنه امنیت واقعی تو هست باعث بشه امنیت حقیقی تو دست بدی. قربانی کن، همین امروز قربانی کن. نیاز تو چیه؟ چه چیزی میخوای که امروز در اصل داره مانع میشه؟ بریم با هم دیگه نامه رومیان 1:20-32 رو لطفا بشنویم. از تفسیری میخوام که بخونه، چون که حسم اینه که بهتر میتونه باز کنه. انسان از ابتدا آسمان و زمین و چیزهایی را که خدا آفریده دیده است. آمین. و با دیدن آنها میتواند به وجود خدا و قدرت ابدی او که نادیدنی است پی ببرد. پس وقتی در روز داوری در حضور خدا میایستد، برای بی ایمانی خود هیچ عذر و بهانه ای ندارد. هیچ دلیلی نیست. چرا کلام خدا؟ حتما کلام خدا نمیخواد اهانت کنه. مطمئن باشید. کلام خدا اقتدار و اتوریتی رو میگه. چرا کلام خدا میگه احمق در دل خود گوید که خدا وجود نداره؟ چون میگیم مگه میشه؟ شما اگر برید کتاب ایوب رو بخونید، ایوب باب 9 اگر اشتباه نکنم، ایوب داره صحبت از دب اکبر و دب اصغر تو آسمان میکنه. صحبت از ستاره ها داره میکنه. ایوب مرد خداست. کتاب اشعیا رو بخونید 40 رو داره میگه زمین گرده، کره زمین داره میگه. اونقدر خیره به آنچه که خدا آفریده شده که با تمام وجودش پذیرفته خدا وجود داره. و خدا خدای علم و خدای نظمه. خدای نیستش که بیگ بنگ آفریده شده باشه. خیر، خداوند با برنامه جهان را آفریده. از چشم خداوند تو محبوب خدا هستی. میگه از ازل تو را دوست داشتم، تو را مانند مردمه که چشمم دوستت دارم. یک ذره گرد و غبار میاد چشامونو میبندیم. خدا میگه من انقدر عاشق تو هستم. اما چگونه فکر کردی که خودت میتونی امنیت خودت رو ایجاد کنی؟ هرگز نمیتونی امنیت خودت رو ایجاد کنی. بله؟ بله، درست است که مردم این حقایق را میدانن، اما هیچگاه حاضر نیستن به آن اعتراف کنن و خدا را عبادت نمایند و یا حتی برای برکاتی که هر روز عطا می کند او را شکر گویند. در عوض درباره وجود خدا و اراده او عقاید احمقانه ای ادعا می کنند. به همین هر روزه داریم، ببخشید، هر روزه داریم میشنویم دیگه، رادیو تلویزیون. اصلا من نمیدونم، هیچ ربطی نداره. مثلا داعش حمله میکنه به یه جا، شما ببینید چند تا مسیحی بلند میشن بر علیه اونا حرف بزنن. حالا عزیزان به عنوان سیاستمدار توی تلویزیون و توی رادیو میشینن، به جای که داعش رو سرکوب کنن، اصلا داعش رو، اسلام رو سرکوب نکنن، داعش رو سرکوب کنن، میگن آقا قرون وسطا این کارا رو کردن، جنگ‌های صلیبی، اینا کار شیطانه. مگه مغول خیانت نکرده؟ مگه قیصر خیانت نکرده؟ چرا وقتی اینجا میشه سریع میگن مسیحیت رو میخوام سرکوب کنن؟ چون که شیطان ناراحته. انجیل مسیح هست. شیطان ناراحت هست، چرا که میدونه تنها امنیتی که روی زمین میتونه ایجاد بشه و در آسمان، فقط امنیتی که مسیح میده، غیر از این هیچ امنیتی نخواهد بود. و شیطان میخواد ناامنی رو بگیره از این. Thank you.
شده است. خود را دانا و خردمند می‌پنداشتند، اما همگی نادان و بی‌خرد شدند. به جای اینکه خدای بزرگ و ابدی را بپرستند، بت‌هایی از چوب و سنگ به شکل انسان فانی، پرندگان، چارپایان و خزندگان ساختند. از ابتدای خلقت ما می‌بینیم هستن از این انسان‌هایی که حاضرن حیوان رو بپرستن اما به خدا کاری ندارن. بله؟ بنابراین خدا نیز ایشان را به حال خود رها کرده تا هر چه می‌خواهند بکنند و در آن یعنی درست از امنیت خدا رها شدن. نه اینکه خدا انسان رو دوست داره، کلام خدا میگه خدا پیگیری میکنه انسان رو. حتی کلام خدا میگه من حاضر نیستم یک شخص شرور توی پرانتز مثل هیتلر هلاک بشه. خداوند میگه من میخوام که اون توبه کنه. توبه یعنی ترک کردن و برگرده به حیات جاوید رو بگیره. هیچ کدوم ما فکر نکنم راضی باشیم هیتلر بره تو بهشت با این همه جنایت، اما خدا نگاهش با ما فرق میکنه حتی. بله؟ و در آتش شهوات گناه‌آلود خود بسوزند و با بدنهای خود مرتکب گناهان شرم‌آور شوند. ایشان به جای اینکه به حقیقت وجود خدا ایمان بیاورند، عمدن عقاید باطل رو پذیرفتند و مخلوق خدا رو به جای خالقی که تا ابد مورد ستایش است می‌پرستند و خدمت می‌کنند. به همین دلیل است که خدا مردم را به حال خود رها کرده است تا خیشتن را به گناهان زشت آلوده سازند، به طوری که حتی زنها به جای روابط جنسی طبیعی با زنان دیگر مرتکب اعمال قبیح می‌گردند. ما الان در این عصر هستیم. بارها عرض کردم من یه نامه نوشتم برای دولت آمریکا، گفتم هرگز همجنس بازار رو من به عقد هم در نمیارم. این که طرز فکر ما برای سلامتی و شفای اونها چی هست، اون یه بحث دیگه است. میتونیم بعداً صحبت کنیم اگه ازن سوال دارن که اونها شفا ببینن، که اونها سلامتی شون ببینن. هرگز طرز تفکر کلام خدا و ما این نیستش که اونها رو رد کنیم، باطل کنیم، بلکه ما میخوایم کمکشون کنیم. اما قرار نیستش که ما مریضی رو ترویج کنیم. آخه کدوم پزشکی، کدوم دانشمندی پیدا میشه بگه خب حالا یه نوع ویروس، یه سرطان تو دنیا هست دیگه، اینا هم یه موجوداتی هستن، سرطانن، جون دارن، گناه دارن، چرا ما اینا رو باید از بین ببریم؟ خب اینا تو بدن ها زندگی کنن دیگه. این مانند یک سرطان و مریضیه. ما باید اونها رو دستگیری کنیم، باید هم جنس بازار رو محبتشون کنیم، اما محبتی که به انتها سلامتی اونها برسه و نه یک تعلیم اشتباه در جامعه. بله؟ و مردها نیز به جای اینکه با زنان خود روابط طبیعی زناشویی داشته باشند، با مردهای دیگر مرتکب گناهان شرم‌آور می‌شوند. بنابراین سزای کارهای کثیف خود را در روح و بدن خود می‌بینند. پس همانطور که ایشان خدا را ترک کرده‌اند و حتی حاضر نیستند به وجود او اعتراف کنند، خدا نیز ایشان را به حال خود رها کرده است. یعنی از اون امنیت حقیقی دور شدند. بله؟ تا هر آنچه به ذهن ناپاکشان خطور می‌کند به عمل آورند. زندگی آنان پر است از هر نوع شرارت و بدی، طمع و نفرت و حسادت، قتل و جدال، دروغ و کینه و سخنچینی. غیبت از زبانشان دور نمی شود. ایشان دشمنان خدا هستند. با غرور و گستاخی خودستایی می کنند. همیشه به دنبال راه های تازه می گردند تا بیشتر گناه ورزند. هرگز مطیع والدین خود نمی شوند. بی احساسند و بدقول و بی عاطفه و بی رحم. یا اینکه می‌دانند خدا برای چنین اعمالی مجازات مرگ تعیین کرده است. نه فقط خودشان مرتکب آنها می‌گردند،
بلکه دیگران را نیز به انجام این کارها تشویق میکنم. ممنون. مرسی. میتونی برای کلام خدا دست بزنید؟ آیا همه بروشور دارید؟ هر کس بروشور نهید دستش بگیره بالا، لطفا بهش بروشور بدن. لطفا عزیزان رو که دستشون بالا بالا نگردید لطفا. مرسی. اونام نمیدونن که شما دستان لطفا کی هست. ممنون میشم. لطفا بروشور به عزیزان بدید. میخوام سریع بریم به هفت نکته بپردازیم. خودکارم دارید اونها رو بنویسید لطفا. نکته اول، روی تابلو میتونید داشته باشید. ناامنی از عدم ایمان حقیقی است. وقتی که من ایمان حقیقی ندارم، وقتی که خدا رو نچشیدم، من یک شخص معتقد هستم عزیزان، من دیگه ایمان ندارم. حتی در مسیحیت به بازی نریم، حتی در مسیحیت ایمان حقیقی یعنی این که وقتی داری برای یه مریض دعا میکنی ایمان داری اون شفا پیدا میکنه، برای مشکل داری دعا میکنی امید داری که خداوند با تو هستش. نباید شک کنی. اون اعتقاده که ما رو به شک میاره. حالا بهش میرسیم. پس ناامنی از عدم ایمان حقیقی است که بازتاب آن، یعنی عکس العمل اون، واکنش اون که بازتاب آن اعتقاد میباشد. در مرقس 16:16 میخونیم که اعلام میکنه هر که ایمان آورد، هر کسی که ایمان میاره مسیح تعمید یابد، نجات یابد، و اما هر که ایمان نمی آورد بر او حکم خواهد شد. من دیدم این کلیپ رو شما، من دیروز داشتم نگاه میکردم روی فیسبوک، یک کلیپ خیلی جالب دیدم. دیدم گروهی از مبشرین، نمیدونم کجا بودن، داشتم بشارت میدادن به زبان انگلیسی. همون موقع یه نفر رد شد که پاهاش شکسته بود، یک پسر مسلمان بود، و اون شخص با این ایمان اون رو صدا کرد و گفت میخوای برای دعا کنم پاهات خوب بشه؟ اونم گفت بله. براش دعا کرد و پاهاش خوب شد و قلبش هم به مسیح داد. این ایمان هست. ایمان فقط توی کلیسا نیست عزیزان. بعضی موقع ما ایمان رو توی کلیسا دنبالش میگردیم. ایمان فقط همون چیزی که من توی خونم دارم دعا میکنم. ایمان تو به کار بگیر، ایمان تو فعال کن. اگر میدونی کسی مریض هست، حتما نباید کشیش رسول براش دعا کنه، یا کشیشای دیگه، یا خادمین دیگه. اگر شما مریضی رو میبینی، دردمندی رو میبینی، مشکلی رو میبینی، با اقتدار بیست و برای اون دعا کن و مطمئن باش که خداوند رو شفا خواهد داد. آمین. اندیشمندی اعلام میکنه ایمان نیروی فراتر از منطق هست. پس با منطق دور رو نسنج، چون به جایی نمیرسی. متی 21:22 اعلام میکنه و هر آنچه با ایمان دعا کنید خواهید یافت. مسیح گفته، دروغ یا حقیقیه؟ پس چرا دعا نمی کنیم برای هم دیگه؟ چرا تو مشکلات اول دنبال وکیله میریم؟ چرا اول دنبال پزشک میریم؟ بریم. چرا با اقتدار وای نمیسی؟ چرا وقتی دوست میگه من مشکل دارم، مشکل منو حل کن، بهش میگی من ندارم، من پول ندارم، من وکیل خوب نمیشناسم؟ دستاشو بگیر، با ایمان براش دعا کن در نام عیسی مسیح و اجازه ندیم که آنچنان که مسیح گفته به تاریخ سپرده بشه. فقط رسولان بودن که دعا میکردن و مردم شفا میگرفتن. خیلی امروز تو فرزند خدا هستی، شاهزاده هستی. مسیح آمد تا به تو اون امنیت اقتدار رو بده. با اقتدار نیز عمل کنی تا بتونی در جایگاه درست خودتو ببینی و دیگران رو تشویق کنی. نکته دوم، ناامنی از عدم هدف حقیقی است. کسی که هدف حقیقی رو نمیشناسه، متاسفم اینو بگم، هر چیزی هدفش میشه، هر چیزی هدف میشه. و وقتی میدوه بهش نمیرسه، نمیدونه چیکار کنه. اونجا هستش که ناامید میشه و حتی تو مرز خودکشی نیست قرار خواهد گرفت. ناامنی از عدم هدف حقیقی است که بازتاب آن آرزو هستش. وقتی من هدف ندارم، هدف اصلی رو ندارم، تمام زندگیم با آرزوها میره جلو. من آرزو میکنم یه زندگی خوب داشته باشم. خیر، خدا وعده داده که تو زندگی خوب داشته باشی. من آرزو میکنم همسرم عوض شه، با من رابطهش خوب بشه. خیر، خدا میخواد همسر تو عوض بشه تا رابطت با تو خوب بشه. تو اول باید عوض بشی. در حضور خدا من خودتو تقدیس کنی. بیزینست همینطور هستش، تحصیلاتت، اقامتت در این سرزمین همینطور هست که در ابتدا باید هدف اصلی خلقت رو نیز در نظر داشته باشی. شکسپیر اعلام میکنه از دست دادن امیدی پوچ، این دنیا همش امیدای پوچ موقتیه، از دست دادن امیدی پوچ و آرزوی محال خود موفقیت بزرگ است. به دنبال نیازهامون میریم، اما اولویت نیازهای ما باید خود خدا باشه. درآمد داره خوب میشه، هاللویا. چه سهمی گذاشتی برای کار خدا من؟
میخوای ازدواج کنی؟ خدا رو شکر. اما قرار هست وقتی ازدواج کردی در کنار همسرت برای چه چیزایی فکر کنی؟ چه برنامه‌ای داری؟ نه با هم که بالاخره یه خونه یا یه بچه‌ای. خب بعدش چی؟ چرا تو که ایمان داری که خداوند تو رو برای یک هدف مقدس آفریده، چرا هدف مقدس خدا رو توی زندگیت نمیاری تا امنیت حقیقی توی زندگیت باشه، حضور خدا با تو باشه و قوت خدا با تو باشه؟ حتی میخوام بگم در سختی‌ها و مشکلاتی که هستی، اگر بگی خداوند مشکل من رو حل کن برای جلال خودت که من بتوانم وقتی که رفع مشکلاتم شد بگم خداوند به همه بگم این خدا بود که من رو از مشکلات رهایی داد و نام خدا رو جلال بدم، نه این که بگم خب دیگه مشکل منم حل شد دیگه، دعا کردم خوب شد دیگه. خیلی از عزیزان هستن با ما تماس میگیرن از ایران، خیلی ممنون، اون پسره که گفتیم سرطان داره خوب شد، حالا میخوایم برای فلانی. بعد میگم ببخشید شما اینو چرا به من تو تلویزیون زنگ میزنید؟ نه تلویزیون میترسم. پس ما چیکار داریم میکنیم؟ درسته که خدا میخواد ما رو شفا بده، اما شفای من، رفع مشکلات من آیا در هدف مقدس خداوند میگنجد و یا نه؟ در انجیل لوقا 12:31 شریف رو میخونم، میگه شما پادشاهی او را هدف خود قرار دهید که مسیح پادشاه زندگی شما باشه و بقیه چیزها را به سراغ شما خواهد آمد. شما اجازه بدید ملکوت خدا در زندگی شما ایجاد بشه. اول ملکوت خدا، اراده خدا رو بخواید، خداوند خودش اندیشه خواهد کرد برای آنچه را که تو نیاز داری. نقطه سوم، ناامنی از عدم آرامش حقیقی هست. زمانی که من فقط به دنبال امنیت این دنیا هستم، این رو بدونید شما لذت میبرید اما آرامش نه. نیازهای این دنیا به تو لذت میده، هر چیزی رو الان تو دربارش بکن بهت لذت میده، اما میتونه آرامش نداشته باشه چون محدود هستش. برای همین هست شما میدونید چرا مردم گناه میکنن؟ برای چی؟ مردم گناه نمیکنن که آرامش داشته باشن، خیر، مردم گناه میکنن چون گناه لذت داره. برای این هستش که گناه میکنن تا لذت، و لذت هم موقتی هستش و همیشگی نمیتونه باشه. ناامنی از عدم آرامش حقیقی است که بازتاب آن لذت میباشد. رومیان 8:6 میگه عاقبت دلبستگی به امور نفسانی مرگ و عاقبت پیروی از امور روحانی حیات و آرامش است. وقتی من به دنبال آرامش حقیقی در حضور خدا هستم، این رو میدونم که برای من قوتی خواهد بود که در این قوت من میتونم توی جایگاه درستی بیستم حتی برای شکرگزاری و تشکر. شما وقتی که اعتماد داری، این ایمان رو داری که خدا دوستت داره، تو بدترین شرایط آرامش خدا با تو هست، غر نمیزنی، شکایت نمی کنی، اون رو کاملا پیروی میکنی. ولی وقتی اعتماد نداری، این آرامش رو نداری، یه چیزی بوده تموم شده، یه لذتی بوده تموم شده، اونجا هستش که شما دیگه حتی دهانت باز نمیشه برای اینکه بتونی شکرگزار باشی. در مزمور 48:3 میخونیم که اعلام میکنه خدا نشان داده است که در قصدهای او، در قصدهای آن در حضور او امنیت است. خدا نشان داده در قصدها، حالا قصدهای خدا کجاست؟ توی خلوتگاه در حضور خدا دعا میکنه، توی کلیسا قصد باید، وقتی که خدمت میکنی قصدهای خدا هستش. قصدهای خدا رو توش وارد شدی یا نشدی؟ آیا هر روز به خدا وقت میدی؟ اگه هر روز به خدا وقت بدی، اینو بدون این آرامش با تو خواهد بود. اگه برنامه هایی که خداوند مطابق کلامش برای تو داره، خدمت هست، کلیسا هست، کلام هست، در حضور او رفتن هست رو داری، این رو مطمئن باش که تو قصر خدا هستی. حتی مردان و زنانی که به مسیح ایمان نیاوردن، آنقدر در حضور خدایی که خودشون باور دارن این قوت و این تسلی رو میگیرن که میگن بدون اون ما نمیتونیم زندگی کنیم. خیلی از باورمندا هستن. گاندی این گونه میگه اگر دعا نبود شاید مدت‌ها به جنون کشیده میشدن. مسیحی نبود، ولی این رو لمس کرده بود که فقط میتونه در حضور خداوند این آرامش رو، این قوت رو داشته باشه. در انجیل یوحنا 14:37 میخونیم اعلام میکنه
مسیح سلامتی برای شما میگذارم، سلامتی خود را به شما میدهم، نه چنانکه جهان میدهد من به شما میدهم، تا دل شما مضطرب و هراسان نشود. وقتی میری در حضور خدا آرامش حقیقی رو میگیری، امنیت حقیقی رو نیز خواهی گرفت و مطمئن باش خدا اندیشه خواهد کرد برای نیازهای زمینی. نکته چهارم، ناامنی از عدم قوت حقیقی است که بازتاب اون ضعف خواهد بود. خداوند به سارا گفت من به تو فرزند میدم. سارا گفت چیکار کرد؟ گفت خندید. چرا خندید؟ به ضعفش نگاه کرد خندید، به ضعف همسرش نگاه کرد خندید، به تجربه که داشت که هیچ کس در سن پیری صاحب فرزند نمیشه. امروز خداوند میخواد تو رو برکت بده. آمین. امنیت امور مالی تو باشه. آمین. امنیت در بین رابطه تو و همسر و فرزندانت باشه. آمین. امنیت برای کار تو باشه. آمین. امنیت برای تمام نیازهات باشه. به این صدا میخندی؟ شک میکنی؟ همون رو دریافت میکنی. اما اگر با ایمان میپذیری، مطمئن باش خداوند نیاز تو رو برطرف میکنه و به تو جاودانه خواهد داد. اون رو فقط مختص زمین نیز نخواهد بود. نقطه پنجم، ناامنی از عدم رویای حقیقی است که بازتاب آن خیالات میباشد. زمانی که من رویا ندارم، یک ایماندار، حتی یک انسانی که سالم هست، توی زندگیش پر از رویاها و ویژن هاست. باید ما رویا داشته باشیم برای زندگیمون. اگر رویا نداشته باشیم، میدونیم به طور خاص والدین خوبی نیستن. بچه بزرگ کردن، خب بچه بزرگ کردیم. اما اگه برای اون بچه رویا نداشته باشی، در فکر این نیستی که مطابق استعدادشون رو کلاس‌های مخصوص بذاری تا بتونه رشد کنه، آینده بهتر از ما داشته باشه. پس این رویاست. خدا به ما رویا میگه، همونطور که خداوند به کلیسای خودش رویا داد برای خریدن کلیسا. آمین. برای اینکه بتونیم یک آموزشگاه بزرگ داشته باشیم، خبر خوش نجات رو به دیگران برسونیم، برای اینکه ایرانی ها رو، هموطنان عزیزمون رو، چه در اینجا و چه در ایران، بتونیم دستگیری و محبت کنیم. آمین. اگر رویا نداشته باشی، این رو بدون که آسیب خواهی خورد. و کلام خداوند نیز پیوسته در این رابطه صحبت میکنه. در امثال 29:18 میخونیم، میگه جایی که رویا نیست قوم گردن کش میشوند. چرا؟ چون نمیدونن چه کار کنن. تو محل کارت، تو کارت باید رویا داشته باشی که ترقی کنی، رشد کنی. تو زندگیت باید رویا داشته باشی که زندگیت آینده بهتر از این باشه. و اگر همه این رویاها رو به رویای اصلی که هدف خلقت هست وصل کنی، تو انسان پیروز و موفقی خواهی بود. اعلام میکنه جایی که رویا نیست قوم گردن کش میشود، اما خوشا به حال کسی که شریعت را نگاه میدن. خودش خوشا به حال کسی که ضرورت شباهت به خدا شدن که به او داده شدن رو نیز رعایت میکنه. و در اعمال رسولان 18:10-11 میخونیم که کلام خداوند میگه شبی خداوند در رویا به پولس گفت ترسان نباش. اگر رویا نداشته باشیم، با خیالاتمون همیشه میترسیم. اما اگه رویا داشته باشی برای کار خداوند و زندگیت، خداوند بهت میگه ترسان نباش. شبی خداوند در رویا به پولس گفت ترسان نباش، بلکه سخن بگو و خاموش مباش، زیرا که من با تو هستم، هیچ کس تو را اذیت نخواهد رسانید، زیرا که مرا در این شهر خلق بسیار هست. اونجایی که فکر میکنی تنها هستی، اونجایی که فکر میکنی بی کس هستی، این رو بدون خدا کس تو خواهد شد و خدا تو رو حمایت میکنه. مشروط بر این که بپذیری. و اگر رویا نداشته باشی، با خیالات زندگی میکنی. رویاتو از خدا بگیر تا خیالاتی نشی و مدام آسیب بخوری تو این ایامی که به تو داده شده. رئیس یک شرکت هواپیمایی تصمیم میگیره برای تشویق کارمنداش در سال 2 سفر برای اونها مهیا کنه که بلیتشون 50% بشه و امکانات توی اون کشور و اون شهر رو نسبت به هتل‌هایی که دارن زیر قیمت به اونها بده، تا اینجوری کاربرد کارش هم توی شرکت بیشتر بشه. بعد از گذشت 1 سال میگه میشه فکر میکنم هیچ عکس العمل، هیچ انعکاسی نیومد، بازتابی نیومد از این کاری که کردم. شروع میکنه برای همه اون افراد، برای خانواده، برای همسراشون نامه نوشتن که نظرتون در رابطه با این سفرهایی که رفتید چی هستش. و جواب نامه ها این هست: کدوم سفر؟ متوجه چی شد؟
کدوم سفر؟ کارکنان ها خودشون رفته بودن با دیگران مسافرت. خیلی موقع هستش که ما طرز فکرمون این هست که بتونیم این کارهایی رو انجام بدیم، اما بازتاب خوبی نخواهد داشت، چرا که فقط با خیالات هستیم، نه با رویاهایی که خداوند به ما میده. نقطه ششم، ناامنی از عدم حمایت حقیقی است که بازتاب او شک است. همون گونه که عرض کردم خدمتتون، زمانی که ما محبت خدا رو در کنار خودمون لمس نمی‌کنیم، زمانی هستش که مدام ما در شک و تردید هستیم و نمیتونیم این اعتماد رو به خدا داشته باشیم. حافظ میگه شهر خالی است ذوالشاب مگر که از طرفی دستی از غیب برون آید و کاری بکنه. تا حالا شده تو زندگیتون این اتفاق براتون بیفته؟ فکر میکنید تک و تنها هستید، یه دستی بیاد یه کاری برای ما انجام بده؟ مذهبیون دوباره افراد نجات دهنده یه پوچی میگردن که بهشون گفتن. اما ما که امروز مسیح ایمان داریم میدونیم این دست، دست کیه؟ دست خود مسیح هستش. همان گونه که در مزمور 18 16 نیز میخونیم که اعلام میکنه خداوند دستش رو از آسمان دراز کرد، خداوند دستش رو از آسمان دراز کرد و مرا برگرفت و از آبهای عمیق مرا بیرون کشید. او مرا از دست دشمنان قدرتمند و از دست تمام آنانی که از من متنفر بودند رهانید. آنها برایم خیلی قوی بودند وقتی در سختی بودم، بر سرم ریختند، اما خداوند از من حمایت کردش. وقتی اجازه میدیم که خداوند حامی ما باشه در طول زندگی بود. و بالاخره نقطه هفتم، ناامنی از عدم رستگاری حقیقی است و بازتاب اون ترس هستش. شاید به خاطر تجربه که در گذشته داشتیم نسبت مذهبمون به این نتیجه رسیدیم، من در مذهب خودم اعتماد به رستگاری نه من داشتم و نه پیشکسوتان ما داشتن، چون هیچ کدوم اونها ابراز نمی کردن ما مطمئن هستیم که به بهشت بریم بعد از اینکه مردیم. اما امروز ما به توسط روح القدس و قوت روح القدس که بر ما هست و اعتمادی که به ما داده شده، ما ایمان داریم که خداوند ما را برکت خواهد داد و ما بعد از این جهان نیز رستگار خواهیم شد. آمین. پولس رسول در دوم قرنتیان 5:6-8 میگه پس با اطمینان کامل چشم انتظار بدن آسمانی من هستیم و میدانیم که هر لحظه از عمرمان که در این بدن خاکی صرف شود دور از مسیح و خانه ابدی من صرف شده است. ما این امور را نبا دیدن بلکه با ایمان باور میکنیم. بنابراین از مرگ ترس نداریم بلکه از آن استقبال میکنیم، چون میدانیم که پس از مرگ نزد خداوند رفته در خانه آسمانی من نیز به سر خواهیم برد. آمین. میتونید برای کلام خداوند دست بزنید که امیدی هست برای ما، قوتی هستش که به ما داده خواهد شد و در این صورت از ما زندگیمون پاکه. وقتی ما اطمینان داریم، ایمان داریم که بعد از اینجا روی زمین ما رستگار خواهیم شد، شما برای حفظ این رستگاری دروغ نمیگیم، در راستی میمونیم، در صداقت زندگی میکنیم. اما اگر این اعتماد رو نداشته باشی دروغ میگی اما مصلحتی شد، کلک میزنی اما به نوعی توجیه خواهی کرد، گناه میکنی گناه رو متاسفانه توجیه خواهیم کردش، اما وقتی این اعتماد رو داریم مطمئن هستیم که خداوند مطابق فیضش ما رو برکت خواهد داد و اجازه نخواهد داد که ما آسیب بخوریم. بریم با هم دیگه آخرین آیه رو نیز بشنویم، کتاب اشعیا 40:30-31. حتی جوانان هم درمانده و خسته می‌گردند و شجاعان به کلی می‌افتند، اما آنانی که منتظر خداوند می‌باشند قوت تازه خواهند یافت. یعنی آنانی که مطمئن هستند توی دنیا امنیت دارن اونها می‌افتند، اما کسی که به خداوند این ایمان رو داره و این اعتماد رو داره اون پابرجا خواهد بود. بله. و مثل عقاب پرواز خواهند کرد، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. آمین. آمین. هللویا. هللویا. از این برای کلام خداوند دست بزنید.